عليكم دوست عزیز، خوش آمدیم به لکچر دوم. خدا کنه درس اول یاد گرفته باشین. میم درس خود آغاز میکنیم. پیش از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، روی کارخانگی یک تکرار میداشته باشین. کارخانگی که براتون داده بودیم شکل های کوتاهی از فعل بی بود، چطور فعل های بی را به شکل های کوتاه ببریم. جمله چهارم and there is by the door، در اینجا فقط آی پاک میکنیم، به جای آی یک اپوستروفی میتیم، ایسا کمی نصیب تر وای قرار میتیم. جمله به شکل چی میره؟ به شکل کوتاه، یعنی there is by the door. جمله پنجمی ماست they are in the kitchen، ایره هست میکنیم، اپوستروفی میتیم آر اینش، they are in the kitchen، آنها در آشپزخانه هستند. جمله ششمی ما Chris is next door. Chris جمله ما که است اپوستروفیش شکل کوتاه نمیگیره، چرا؟ به خاطر قاعده داشتیم کلماتی که با اس ختم شود نمیتونیم شکل کوتاه برشان ایجاد کنیم. جمله هفتم we are in town tomorrow، فردا ما در شهر هستیم، خواهیم بود. و اینجا چی میکنیم؟ ار هست میکنیم، به جایش اپوستروفی میتیم، جمله شکل کوتاه رو میگیره. Start is at his desk، آیا پاک میکنیم از بی و اپوستروفی اضافه میکنیم. جمله نهم my brother is on holiday at the moment، آیا پاک میکنیم، اپوستروفی میتیم و خودش نوشته میکنیم. و جمله دهم this city is broken، آیا پاک میکنیم و اپوستروفی و بعد از او اس قرار میتیم، چون میمشه میشه تکمیل میشه. های کارخانگی بود. کسایی که برای ما کارخانگی را در ایمیل روان کردن، ما برش چیز کردیم، جوابای درست شد برش اسوام روان کردیم و سر یک از ویدیو هم گفتیم کسایی که برشان نرسیده باشه یک کلمش میایم بلگ ویچ پاینت دومی ما که موضوعی بسیار مهم است، کوشن تاکس اند تاک ریسپانسز. اما فقط رویش تفصیلی صحبت نمی کنیم، فقط یک دفعه یادآوری می کنیم بخاطر در یونیت دوم حتمی می خوانیم. In dialogue 3 در دیالوگ 3 کسایی که در یادتان باشه ما یک جمله داشتیم. Paul says Paul گفت You are Mo، شما Mo هستین. Aren't you؟ آیا شما نیستین؟ And Mo answers و Mo چی که جواب داد؟ Yes I am، بله من هستم. In English در انگلیسی when هنگامی که we want to check that something we have said is true، یعنی اگر بخواییم بررسی کنیم چیزی که گفتیم درست است، we can add a question tag after a statement، بعد از جملات بیانیه ما چی میکنیم؟ سوال های تگ اضافه میکنیم. Which invites the other speaker to confirm what has been said، که ما سپیکر دیگر یا کسی که در مقابل ما باشه او را چی میکنیم؟ دعوت میتیم تا معلوماتی که گفتیم درست است یعنی تاییدش کنه. There are many different types of tag، انواع مختلفی از سوال های تگ داریم. So for now we will just look at one، فقط برای حال ما یک دانش میخوانیم. Paul makes a statement، پال یک جمله جور کرد. You were Mo، شما Mo هستید. این جمله بود، گفت شما Mo هستید. اما الان میخواهد که اطمینان حاصل کنه، به مخاطر یک تکویشن هم اضافه میکنه. But he wants to make sure this is true، so he adds، اما او میخواهد که اطمینان حاصل کنه که جمله درست است، یعنی بنابراین او چی اضافه میکنه؟ Aren't you، آیا شما نیستین؟ Aren't you. So بنابراین that Mo can tell him that he is right، حالا Mo برش چی میکنه؟ برش میگه که بله جمله چیست، یعنی جمله اولی که شما گفتین او چیز درست است. Yes I am، بله من هستم. Here are some more example of tag statements، اینجا مثال های بیشتر از جملات تگ میخوانیم. You are a nurse، شما یک نرس هستید. تگ کوشن اضافه میکنیم. Aren't you، آیا شما نیستید. معمولا اگر خلاص بسازیم سوالی تگ را کجا استفاده میکنیم، به اینکه اگر یک جمله میگیم و ما بالایش اطمینان نمیداشته باشیم و کسی که در پیش روی ما قرار داره میخواییم که بررسی کنیم که جمله که گفتیم درست است یعنی و میخواییم از اون یک نظر بگیریم تایید میکنه یعنی، ما سوال های چی اضافه میکنیم؟ تگ اضافه میکنیم. جمله دومی ماست You are James، شما جیم هستین. میخواییم اطمینان حاصل کنیم، یعنی کسی باوری نیستم، چی میدارش اضافه میکنیم؟ تگ کوشن اضافه. Aren't you، آیا شما نیستین؟ Aren't you. جمله سومی ما You are a computer technician، Aren't you، شما یک مثلا مستری کامپیوتر هستین، آیا شما نیستین؟ You are from Germany، Aren't you، شما از جرمنی هستین، Aren't you، آیا شما نیستین. در اینجا دپوین کارخانگی داره این سوالای تگ، اما ما کار میکنیم به مخاطر ببینیم که چطور تگ کوشن ها رو نمیکنیم ایجاد میکنیم. یک موضوع مهم دیگه که یادآوری میکنیم، هر وقتی که سوال ها با یس نو کوشن باشن، یعنی اس ام آر با خاص جمله یا کلمات اکسلری که با میخوانیم در رسای بعدی و در آغاز جمله بیه، اگر جواب ما یس باشه شکل کامل استفاده میکنیم، آی ام استفاده میکنیم.
نه تنها دتک کوشن ها بلکه قاعده میستک اگر شکل کوتاه استفاده کنیم جمله ما غلط میشه مو ریسپاند تو تک یوزینگ د فول فارم اف د ورد بی مو وقتی جواب میداد به تک کوشن ها شکل کامل چی استفاده کرد بی یس آی ام بله من هستم وی دونت یوز د شارپ فارم ما شکل کوتاه استفاده نمی کنیم این تک ریسپانسز در جواب های چی تک سو بنابری it is wrong to say ای غلط است یا اشتباه شما بگین yes I am نی yes I am باید شکل کامل استفاده کنیم کسایی که شکلهای کوتاه استفاده میکنن جملاتشون چی میشه غلط میباشه we will look at question tuck in more details in unit 2 بیشتر سوال های تک تا کجا میخوریم unit 2 میخوریم خب اکسرسایز داریم اکسرسایز با ما شما کمک میکنه تا بفهمیم که تو جملات چی رو تک میکنیم تگه بسوسید اکسرسایز and the quick question tuck to this statement sentence با جملات زید شما تا کوشن های چی اضافه کنید درسته the first one has been done for you اولیشن بخواد به شما چی شده تک میشن جمله اول اگه you are a teacher شما یک استاد هستی جمله را گفتیم میخواییم تک کوشن داره جور کنیم aren't you آیا شما نیستیم اما درس ایزی که جملات چی رقم به میان آمد و یه چیز دار ببین subject های ما آخر میره subject ها را کجا میبرم آخر میره پیش از بعد از سبجکت شما فعلی بی تانه جستجو میکنی مثلا ببینید فعلی بی ما چیست آر هستک سه شکل کوتاه شما بلد هستین شکلهای کوتاه رو خوانید آر هستک شما آر وقتی یک کامه به جمله اول اضافه کردین شما چی میکنید آر قرار میدید اینا ببینید آر شکل کامل برسو یک نات برش اضافه کنید اینجا نات شکل کوتاه هستک سه یا اینوتی یا شکل کامل استفاده کنید فرق نمیکنه شکل کوتاه است اینا اما بعد از اون سبجکتی که ناخواست جمله قرار گرفته او رو داخل میبره aren't you آیا شما نیستین you are a teacher شما یک استاد هستین aren't you آیا شما نیستین جمله دومه ببین سیمونز ا فوتبالر سیمون چیست یک فوتبالر هست میخواییم تکویشن برای جور کن اول فعل بی ما رو پیدا میکنیم همیشه بی بعد از چینه noun یا اسم آمد سبجکت اینجا چیست apostrophe is معنیش چیز یعنی is است is خیلی چی میکنیم در اینجا آغاز جمله ما نوشته میکنیم is ain't یا is not سیس منفی میسازیم سیمون رو چی میکنیم؟ سیمون شخص مفرد است ما سی سبجکت داشتیم برای شخص مفرد he, she و it و بخاطر چی استفاده میشن؟ بخاطر جلوگیری از یکی از تکرار یک اسم شد به او خاطر استفاده میکنیم چی را؟ سبجکت پرونون را پس در اینجا چی میکنیم؟ سیمون اسم کیست؟ اسم مرد هاست خیلی چی میکنیم؟ he میشه خلی تکوشن مکمل ما که ایجاد میشه چیست؟ isn't he Isn't he Simon's a footballer? Simon yak footballer. Isn't he? Aya unista. Jumle sima bibini. Susie's a nurse. Susie kis yak nurse astak. Mikhim takwishan ijad kunim baraz jumle ma. Bibinim takwishan chi raqam tartib mish. Awal filiton paida kunim b is but. Is amrash chi mikunim not. Isn't Susie subject chi astak? Mufrad astak shakhs mufrad bus si shakhs he she wa it. Hali bibinim chi astak? Hali she astak. Isn't she? Aya dokhtar nist. یا او نیستک بخاطر با ما روی سبجکت هایی که استفاده میکنیم از تکرار اسم جلوگیری میکنیم اسم یادآور شده به مو خاطر isn't Susie خب او جمله را نمیگیم میتونیم که بگوین خب اما چی میکنیم بخاطر از اینکه ما یک چیز به نام پرونام داریم خب بخاطر از تکرار از اینکه اسم تکرار نشه ما چی استفاده میکنیم سبجکت چی استفاده میکنیم and Pete and Dave are liars Pete و Dave چی هستن حقوقدان است میتونیم یک جمله هم جور کنیم aren't Pete and Dave آیا پیت و دیف نیستن اما با خاطر که جمع هستن و جمع دو دانه هی شی هر چیز چی می هی شی و یا ای چی میشنه دی میشنه خیلی چی میگیم aren't they آیا آنها نیستن جمله پنجمی ماست Ella's from Poland Ella's کجاست از پولند است Ella نام اسم چیز دختر است خیلی چی میگیم سمجه isn't she آیا اون نیست میگیم جمله ششم میگه the food is delicious delicious غذا چیست خوشمزه است حالا در اینجا ببینید فود چیست بی جان است سیست و شکل چیست از برای استفاده مفرد isn't it جملهش میشه جمله هفته میباس we are a bit late ما یک کمی ناوخت کردیم سیست we are a bit late حالا ببینیم اگر بخواییم تا کوشن برایش ایجاد کنیم جمله که برایش ترتیب میتیم aren't we آیا ما نکردیم ناوخت جمله هشتم It is cold this morning. ام صبح هوا چیست؟ سرد بود. سرد است. حالا اول چی را میریم؟ فعل is. Isn't it? آیا نیست؟ You are from Finland. شما از کجا هستین؟ از فنلند است. اگر بخوایم جمله ایجاد کنیم در اینجا قاعده که استفاده میکنیم اول آ را میریم. Aren't you? و جمله دهم ما
Else is from Australia. Yeah, Australia. Else از کجاست؟ از استرالیا است. اگر بخوایم جمله برش ایجاد کنیم isn't she ای بودن گرامر ما، گرامر ما پایان رسید. جلوی چهارمه به روز بعدی انشاءالله میخوانیم. به خاطر وقتم پور است، کارزو داریم چیز یاد گرفته باشین. کسایی که سوال پیشنهاد یا نظر داره میتونین برای ما چی کنین، کمنت کنین و کوشش کنین زیاد تکرار کنین ما. وقت خوش داشته باشین. با امید دیدار.